با درود خدمت شما خانم دکتر شیردخت زیارتی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشری و از کنشگر سیاسی از فرانسه. خیلی ممنون از اینکه به ما در رادیو جوانان امروز فرصتی دادید برای این گفتگو. خیلی خوش آمدید. با درود به شما و بینندگان شما، سپاسگزارم از وقتی که به من میدین. خانم زیارتی، من میخواستم یه مقدار راجع به این مسئله انتخابات یا به عبارتی انتصابات و اینکه تحریم انتخابات در سه دوره قبلی، حتی خود حکومت هم فرقش رو میدونه و وزارت کشور صحبتی کرده بود که در سه دوره گذشته پایین ترین استقبال از انتخابات شده. آیا فکر میکنید پایین بودن استقبال از انتخابات و نرفتن مردم به پای صندوق‌های رأی آیا چقدر میتونه به اصطلاح مشکل ما رو حل کنه، برای اینکه نمیخوایم کسی بیاد به قدرت برسه که امور کشور رو به دست بگیره که به هر حال میدونیم برای مردم و مملکت نمیخواد کار کنه؟ آیا به هر حال نرفتن پای صندوق‌های رأی میدون رو به اصطلاح بیشتر باز نمیذاره برای حکومت، یا چه کاری باید کرد که جلوی این انتصابات حکومتی رو گرفت؟ بفرمایید. سپاسگزارم. در ایران خب انتخابات رئیس جمهوری به ظاهر و نمایشی که برگزار میشه که عملا باز انتصاباته، حالا یا یه دزد و یا یه قاتل میارن میگن این رئیس جمهورتونه، و ما هم مردم هم به درستی انتخابات رو تحریم کرده بودند و باز هم تحریم خواهند کرد. مردم باید نه تنها انتخابات رو تحریم بکنن، بلکه باید تقاضای رفراندوم بکنن. مردم میدونن که جمهوری اسلامی فعلی رو نمیخوان، ولی آیا میدونن چی میخوان؟ مردم باید به جمهوری‌های کشورهای متمدن نگاه کنن، اونا رو مقایسه بکنن و یه مدلی مناسب ایران در نظر بگیرن. مردم نباید اشتباه سال 57 رو تکرار کنن که میدونستن چی نمیخوان و اون سلطنت استبدادی بود، ولی نمیدونستن چی میخوان. اشتباهاً بدون این که محتوای جمهوری اسلامی رو بدونن به اون رأی دادن. البته از جمعیت بی سواد اون موقع که 67% بی سواد مطلق داشتیم و عده‌ای که فقط به برکت سپاه دانش خوندن و نوشتن اسمشون رو بلد بودن، اگر اونا رو هم اضافه کنیم میبینیم جمعیت بی سواد و کم سواد کشور 80% بودن. خب ازشون چه انتظاری میتونستیم داشته باشیم؟ حالا بیش از 96% مردم ما با سواد هستن و تحقیقات نشون میده، یعنی که بیش از، یعنی خود این دولت یه تحقیقاتی کرده که جوابش هم به مردم نمیده، ولی بازم درز میکنه و به بیرون، و میدونیم که 70% مردم با جدایی دین از دولت یا دین از حکومت بگیم موافق هستن، و همچنین میدونیم 80% مثلا با حجاب اجباری مخالفن، حتی دینداران، حتی اونایی که خودشون هم اختیاری حجاب رو میگذارن دوست ندارن به مردم با مردم به زور رفتار بشه و به خاطر حجاب اجباری دیگران رو بزنن، شکنجه کنن، نمیدونم توهین بهشون بکنن. یعنی اونها هم از این وضع ناراحت هستن و به هر حال باید رفراندوم انجام بشه و مردم بگن چی میخوان. در برنامه ریزی من یه برنامه ریزی کردم، توش سعی کردم یه مقدار جمهوری های مختلف رو مطالعه کنم، بگم خب مردم اگه رفراندوم شد و این بار خواستن یک جمهوری رو انتخاب کنن، باید چی رو انتخاب بکنن که دوباره مثل سال 57 نشه که یه چیز رای بدن بعد ببینن محتواشو نمیدونستن و بد شده. و اینو وقتی که بتونیم مردم بتونن رئیس جمهور خودشون بدون سانسور رهبری انتخاب بکنن، ما میتونیم بگیم توسعه اجتماعی و سیاسی پیدا کردیم. مثلا در فرانسه وقتی که میخواد کاندید بشه برای رئیس جمهوری باید 500 تا امضا از 500 تا شهردار بیاره. شهردار خودشون با رأی مستقیم مردم انتخاب شدن و وقتی 500 تا شهردار امضا میکنن، اون فرد میتونه بیاد کاندید رئیس جمهوری بشه.
اینجوری نیست که یه رهبری کاندیدا انتخاب کنه یا یه گروه کوچکی رو انتخاب کنه بگه اینا رو شما صلاحیتشون رو قبول کنید یا رد کنید. برای اینکه صلاحیت یک کاندید برای مردم قابل قبول باشه، در کشورهای متمدن قوانین متفاوت دارن، که در فرانسه مثلا همینه که 500 تا شهردار امضا کنن اون فرد میتونه کاندید رئیس جمهوری باشه. اشکال کار ما اینه که کاندید رئیس جمهوری که ما را یا شورای نگهبان انتخاب میکنه که شورای نگهبان خود رهبر انتخاب کرده و خلاصه انتصابیه. اصلا مهم نیست که مردم چی بریزن تو اون صندوقا، از قبل معلومه که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. اونا قبلا تصمیمشون رو گرفتن و خود حتی آقای حسن روحانی هم یه جایی میگفت که اصلا وقتی که کاندیدا رو میذارن دوتاشون گذاشتن برای اینکه بیان فوش بدن، انتقاد کنن، و نه که انتقاد از آدمای معمولی کنن، انتقاد بکنن از تفکر حاکم. اصلا کارشون اینه، یعنی خود این مجلس برای صلاحیت اینا رو انتخاب میکنه. این که یه آقای بذارم مثل پزشکیان بگن خب شما این به خاطر این بیاین دم صندوق، اگه همم پزشکیان انتخاب کنن، پزشکیان از صندوق بیرون نخواهد اومد. اونی که میخواد رئیس جمهور بشه الان میدونه کی هست. و تازه همون آقای پزشکیان هم میگن وقتی زهرا کاظمی زندانی شد بهش تجاوز کردن، یه خبرنگار بود که کانادای ایرانی بود و بعدم بالاخره هم کشتنش، بعدم برده بودن زیر دست همین آقای پزشکیان، و اینا علکی گفته بود که نه این زخمایی که رو بدنشه مال اینه که بهش تزریق کردن، مثلا یه چیزای بی ربطی گفته بود. به هر حال اینا اگر سرسپردگیشون رو به رژیم ثابت نکرده باشن که کاندید نمیشن. سرسپردگی به رژیم و اصلا رفتن پای صندوق یعنی ما میخوایم وضع موجود ادامه پیدا بکنیم، و این رأی دادن یعنی ادامه وضع موجود. حالا اگر میخوای تغییر ایجاد بشه، اول باید همه با یک رفراندوم موافق باشن، بگن ما یه رفراندوم میخوایم، میگیم چه نوع جمهوری رو میخوایم. بعد جمهوری های کشورهای متمدن رو که امکان دیکتاتوری رو میبنده، راه دیکتاتوری رو مطالعه بکنن، مثلا جمهوری فرانسه رو مطالعه بکنیم که خب جمهوری فرانسه من یه جمهوری تقریبا نیمه متمرکز یا حتی عدم تمرکز درش وجود داره، و اینو من به نظر خودم از مطالعه که کردم با بقیه جمهوری ها به نظرم بهتر بوده که در زمان ما جمهوری ها بسته به شرایط سیاسیشون خب اشکال مختلفی دارن. با مطالعه این جمهوری ها در کشورهای متمدن و بررسی نقاط قوت و ضعفشون، مدلی برای جمهوری ایرانو پس از اصلاحات لازم پیشنهاد میکنم. جمهوری آینده ایران بهتر نیمه ریاستی باشه، یعنی قدرت بین مجلس که نمایندگان واقعی مردم باشن، نه مثل حالا نمایندگان رهبر، و رئیس جمهور که اونم منتخب واقعی مردم باشه تقسیم میشه. جمهوری واحد هست، یعنی فدرالیست به هر حال، با حفظ تمامیت ارضی کشور، و غیر متمرکز یا نیمه متمرکز هست. حالا اینو اگر یک ایوبی هم البته داره، اینها رو اگر ما برطرف بکنیم میتونه مدل خوبی باشه برای کشور ما، که قدرت به مدت 5 سال و حد اکثر 2 دوره متوالی در دست رئیس جمهور به طور نیمه ریاستی هست، و هر فرد همونطور که گفتم 500 تا امضای 500 شهردار میاره تو کاندید میشه، و کاندید میتونه زن یا مرد، مسلمان یا غیر مسلمان، بیدین یا دیندار باشه، فقط باید ملیت ایرانی و سلامت عقلی داشته باشه. رئیس جمهور پس از استقرار در پست رئیس جمهوری خب نخست وزیر انتخاب میکنه، نخست وزیر هیئت وزیران انتخاب میکنن و به رئیس جمهور معرفی میکنه. این هیئت باید به تایید مجلس برسه. مجلس میتونه یک یا چند وزیر یا کل دولت رو تایید نکنه، در این صورت باید دولتی به هر حال معرفی بشه که مورد تایید مجلس بشه. مردم چند بار مستقیما در انتخابات در این کشور، مثلا در کشور فرانسه شرکت میکنن، در ایران هم باید همینطور باشه. در مورد انتخاب نمایندگان مجلس مثلا شورای ملی، انتخاب شهردار، انتخاب استاندار، انتخاب رئیس جمهوری، حالا این کشورهای اروپایی که خب انتخاب نماینده اروپا هم میکنه، و
البته غیر از این مدل میتونیم از مدل دیگری هم استفاده کنیم، مثل مدل مثلا پارلمانتاریست که در آلمان وجود داره. در اونجا مجلسه که همه قدرت رو داره و رئیس جمهور عملا نمایشی هست. خب اینم خوبه که ما آخر سر با یه رئیس جمهور دیکتاتور روبرو نمیشیم، مثلا ببینیم مثل بشار اسد از پدر به پسر رئیس جمهوری منتقل میشه، یا مثل پوتین همه قدرت رو دستش بگیره. ولی خب اون چه اشکالی این نوع پارلمانتاریسم داره؟ یکی از مثلا اشکالش در همین آلمان اینه که باید یه حزبی اکثریت رأی رو بیاره، اگر نیاره مجبور میشه با یه حزب دیگه ادغام بشه. اون حزب دیگه یه وقتی عقایدش کاملا مخالف و متضاد هست و اینا کارشون گیر میکنه، به خاطر اینکه دو تا حزب با دو تا مثلا کاملا عقاید متضاد میخوان یه کشور رو چیز کنن، هدایت بکنن. یا مثلا در ایتالیا هم همینطوره پارلمانتاریسمه. خب اونجا هم خیلی خوبه، میبینی یه خونه کوچیکی میبینی میگن این خونه رئیس جمهوره، خیلی ساده. یارو میبینی یه نفر داره با دو چرخه میره، میگن این رئیس جمهوره. یعنی رئیس جمهور با سادگی زندگی میکنه، در حالی که اگر تو ایران باشه حتما رئیس جمهور کاخ میخواد، گارد شاهنشاهی میخواد، نمیدونم رئیس جمهوری میخواد، ماشین و تشریفات، ولی یه هزینه زیادی برای کسی که ما میخوایم بهش بگیم شما کار دخالت نکنین در امور، فقط رئیس جمهور نمایشی باشید. خب این هزینه برای مردم ایجاد میکنه. از طرف دیگه مثلا همون در ایتالیا میبینیم که چون مجلس خیلی قدرت داره میتونه دولت رو استیصال بکنه. خب این دولت که خودشون بیشتر هم از همون نماینده های بعضی وقتا مجلس تعیین شدن، گاهی نمیتونن بیشتر از 3 ماه بمونن. خب اگه دولت های تونتون عوض بشن، آخر سر بی ثباتی دولت بی ثباتی کشور رو میاره. اینه که باید ببینیم کدوم یک از این جمهوری هایی که الان در دنیا در کشورهای متمدن هستن برای ما مناسب تره. یا مثلا امریکا رو نگاه کنید، رئیس جمهور خیلی قدرت داره، یعنی میتونه اصلا به مجلس پاسخگو نباشه. خب این برای کشور، مخصوصا کشور ما که عادت به دموکراسی هم نداره، خطرناکه. در اینی که مطالعه بکنیم، به نظر من این مثلا جمهوری فرانسه باز چون قدرت بین رئیس جمهور و مجلس تقسیم میشه خطر کمتری داره. البته در این حکومت فعلی، یعنی در این جمهوری بهش میگن جمهوری پنجم، یه اشکالاتی هم هست. مثلا یک ماده ای هست به نام 45 خط تیره 3 که اگر مجلس یه چیزی رو تصویب نکرد، رئیس جمهور بتونه اون رو بگذرونه، اون لایحه رو. خب این بستگی داره اون رئیس جمهور چجور رئیس جمهوری باشه. الان این رئیس جمهور فعلی هر وقت از این لایحه استفاده کرد، واقعا به نفع طبقات خیلی پایین استفاده کرد، مثلا زنهای کشاورز در مورد بازنشستگی و اینا، و به نفع مردم کار کرد، در حالی که مجلس خب از نظر اقتصادی این پروژه رو رد میکرد. ولی خب این همیشه ممکنه که اگر بیاد تو ایران در رئیس جمهور چنین قدرتی رو داشته باشه، ممکنه سوء استفاده بکنه. حتی در خود فرانسه هم ژاک شیراک یکی از رئیس جمهورایی بود که از این ماده استفاده کرد برای اینکه بره یک آزمایشات اتمی در یک جزیره ای بکنه، و این آزمایشات خب برای مردم اون جزیره مضر بود، ولی و مجلس هم رد کرده بود، ولی این از این ماده قانونی استفاده کرد. خب اگه ما بخوایم این جمهوری رو مدلش رو برای ایران بیاریم، این ماده رو ما باید حذف کنیم. یا اینکه مثلا رئیس جمهور حق نداشته باشه که هر وقت دلش خواد مجلس رو منحل بکنه، مگه اینکه شرایط اضطراری مثل جنگ باشه مثلا. بنابراین ما میتونیم یه تصحیحاتی بکنیم و اینو مناسب بکنیم برای کشور خودمون. وقت میتونیم انتخاب بدیم به مردم چه نوع جمهوری میخواین، نیمه ریاستی میخواین، جمهوری پارلمانتاریسم میخواین که مجلس قدرت بیشتر شه. اینا رو قبلا باید توی تلویزیون توضیح داد، صحبت کرد که مردم بدونن که هر کدوم اینا چی هست، چه حسنایی داره، مناسب کشور هست، مناسب نیست، و انتخاب بکنن. به هر حال حالا که 70% مردم ما همین امروز هم به جدایی دین از حکومت اعتقاد دارن، باید پس بنابراین یک جمهوری لایک باشه. و لایسی تر من در یکی از برنامه های شما یه مقدار توضیح دادم که پیشنهادیه برای نوع جدایی دین از حکومت. لایسیته البته در فرانسه به وجود اومد و همطور که گفتم قبلا کلیسا خیلی قدرت داشت و در قرن 16 هم به هر حال لوتر اومد و یه شدن پروتستان، و این پروتستان ها سکولار با سکولاریته عملا جدایی دین از حکومت کردن.
و اونجا دیگه مشکلی با مذهب نداشتم. ولی فرانسوی ها که اومده بودن وفادار بمونن به مذهب کاتولیک، خب بعدا دچار مشکلاتی شدن که جنگ های 100 ساله هم بین پروتستان و کاتولیک ایجاد کرد در تاریخ و به سطوح اومد. چون به سطوح اومدن دیدن اون سکولاریته جواب مشکلشون نمیده، باید یه چیزی خلق کنن. اون چیزی که خلق کردن اسمش گذاشتن لایسیته، که این تفاوتش با اون سکولاریته در این بود که در کشورهای پروتستان که سکولاریته وجود داره، دولت یه پولی به نهاد مذهبی میده، یه بودجه میده، مثلا از مردم هم میپرسه از مالیاتتون میخواین به کلیسا پول بدین، مثلا تا 3% میتونن بگن بله ما تو میخواین بدین، تا 3% هم بدن. ولی در کشورهایی که لایسیته هست، دولت بودجه به نهاد مذهبی نمیده و افراد مذهبی باید خودشون هم مثل همه مردم کار بکنن، میان زمینا رو میکارن، مثل کشاورزا شیر و پنیر رو نمیدونم شراب و شمع و اینا درست میکنن میفروشن و خلاصه حتی خودکفا هستن یه مقدار از موادی که تولید میکنن توی کلیسا و اینا. و حتی وقتی که لایسیته رو قانون کردن در فرانسه، یک شبه بودجه نهاد مذهبی رو قطع کردن، تمام زمینای کلیسا رو دولتی کردن و این لایسیته الان سال 19 ساله که در فرانسه تعادل ایجاد کرد. خب این لایسیته این بودشو که دین در حکومت دخالت نکنه، یعنی در سه قوه قانونگذاری، قضاییه و اجرایی نفوذ دین در حکومت ممانعت بکنه، یک پایه به اصطلاح لایسیته فرانسوی است که ما هم میتونیم ازش الهام بگیریم. یه پایه دیگه مدرسه لایک بود و هست. مدرسه لایک دولتی است که از نفوذ مذهب در ذهن کودکان جلوگیری میکنه. اینا معتقد هستن بر اساس روانشناسی که ذهن کودک نمیتونه خوب و بد رو تشخیص بده و مذهب یه مقدار ترس و توهم ایجاد میکنه و مضره. بنابراین سعی کردن که مدرسه دولتی لایک باشه، تعلیمات دینی وجود نداشته باشه و بعدم حتی معلم ها باید لایک باشن، یعنی از ارجاع ندن به متون مذهبی یا به شخصیت های مذهبی. معلم لایک یعنی تربیت، معلم لایک باید داشت که معلم لایک تربیت بشه بعد بتونه مدرسه لایک رو اداره بکنن یا تدریس کنن. کتابا باید لایک باشه، نباید این همه تصویر مذهبی توش باشه یا همش از شخصیت های مذهبی صحبت کنه. یه برنامه من با شما یه مقدار این تبعیض جنسیتی رو در کتاب های درسی صحبت کردم، اینا در کتاب های لایک وجود نداره. خب این مدرسه لایک هم به عنوان پایه دوم لایسیته ما ازش الهام میگیریم. ولی لایسیته برای کشور مسیحی فرانسه خوب بود، برای کشور دین زده ولایت فقیهی اسلامی ما مناسب نیست، برای اینکه جوابگو نیست. میتونیم، لازم هست ولی کافی نیست. بنابراین من پیشنهاد کردم که دو پایه دیگه بهش اضافه کنیم. اینکه دولت باید نظارت بکنه بر نهاد مذهبی، در حالی که در لایسیته غربی میگن دین در حکومت دخالت نمیکنه، دولت و حکومت هم در دین دخالت نمیکنه. برای لایسیته غربی خوبه ولی برای ایران خوب نیست، برای اصلا کشورهای مسلمان خوب نیست، مخصوصا کشور دین زده ولایت فقیهی ایران. بنابراین دولت باید نظارت بکنه، از یک طرف باید نظارت کنه بر نیروی انسانی نهاد مذهبی یعنی بر روحانیون، از طرف دیگه باید نظارت کنه بر امکانات مالی، ساختمونا، زمینهای نهاد مذهبی که اینا باید همه ملی بشن یا دولتی بگیم بشن و زیر نظر وزارت اوقاف بتونه دولت نظارتشو عملی کنه، که من یه برنامه ریزی هم در این زمینه کردم و در یکی از برنامه شما توضیح دادم که ما به این همه روحانی و این همه مسجد و این همه حوزه علمی احتیاج نداریم. ما برای 90 میلیون جمعیت 18 هزار مسجد، 18 هزار پیش نماز احتیاج داریم. بقیه مساجد باید تبدیل بشن به مراکز آموزش فنی و صنعتی و روحانیون جوانی که باید میخوان تغییر شغل بدن میتونن تبدیل بشن به تکنیسیان های صنعتی و ما باید کشورمون رو صنعتی بکنیم، چون یک کشور کم آبی داریم، از نظر کشاورزی محدود شانس ما که بتونیم محصولات کشاورزی زیاد داشته باشیم، باید بریم کشورمون صنعتی کنیم. کشور صنعتی هم به تکنیسیان صنعتی احتیاج داره، اصلا در این حوزه های علمیه میتونن تبدیل بشن به دانشگاه های صنعتی و مهندس تربیت کنن.
برای اینکه ما باید بریم به طرف صنعت و همین حالا هم ما تکنیسیان صنعتی کم داریم، همین حالا هم برای یک مهندس مثلا یک یا دو تا تکنیسیان داریم، چون تکنیسیان همون رفتن ترکیه و کشورهای دیگه خلاصه کار پیدا کردن، از ایران رفتن بیرون، الان کمبود تکنیسیان همین حالا هم در کارخانه ها و در صنایع ایران وجود داره. خب هر مهندس در یک کشور متمدن 5 تا تکنیسیان زیر دستش داره. پس ما میتونیم راه روحانیان جوان رو با آموزش اینا مجانی بهشون میدیم، حتی یک خرج تحصیلشون میدیم که اینا تبدیل بشن به تکنیسیان صنعتی. یه عدهشون که بخوان در همون حوزه های علمیه که تبدیل شده باشه به دانشگاه مهندس بشن، یه عده که یکم میان سال هستن میتونن بشن مأمور امور اداری در ثبت احوال در هر چی. فقط یک شغل روحانیان نمیتونن داشته باشن و اون شغل آموزش به کودکانه، چون مدرسه وقتی لایکه یعنی روحانیان نباید به کودکان درس بدن. و یک فرق دیگری که این لایسیتهی که من بهش میگم لایسیته نوین برای ایران تدوین کردم، و یا میتونیم بهش بگیم نئو لایسیته برای اینکه متمایزش بکنیم از لایسیته غربی، خب این یه بوده مدرسه لایک رو از لایسیته غربی هم میتونه الهام بگیره، ولی کافی باز نیست. یعنی فقط مدرسه دولتی لایک باشه کافی نیست، آموزش رسمی باید لایک باشه، دبستان دبیرستان دانشگاه، ولی باید آموزش نیمه رسمی هم لایک باشه. یعنی این کلاس های قرآن اغلب آموزش نیمه رسمی حساب میشه، چون بالاخره یک کلاس هست، یه معلم هست، یه ساعت مخصوصی داره، سازماندهی شده، جز آموزش رسمی نیست، ولی این آموزش نیمه رسمیه. اینها هم باید نظارت دولت روش باشه. کلاس های قرآن برای کودکان ممنوع باید باشه. کودکان میتونن زبان خارجی یا یه وسیله موسیقی یاد بگیرن، ولی کلاس قرآن نباید باشه. یعنی حالا مذاهب دیگه هم اینطور، اگر کلاس درست میکنن مثلا یهودی ها یا ارمنی ها هرچی، برای کودکان به هر حال کلاس مذهبی ممنوعه. و بعد حتی آموزش غیر رسمی، آموزش غیر رسمی رو کی میده؟ خانواده، تلویزیون، فضای مجازی رو هم باید دولت نظارت بکنه. یعنی خانواده هم حق نداشته باشه دختر 9 ساله رو قبل از اذان صبح بیدار کنه، بگه نماز بخون و روزه بگیر. این کودک آزاری محسوب میشه در کشورهای متمدن. و اگر کودک شما بیا تو مدرسه قش کنه چون روزه گرفته، اینو از خانواده جداش میکنه. بنابراین باید اینم بفهمیم که آموزش لایک شامل آموزش غیر رسمی هم میشه، و هر سه بود آموزش و آموزش رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی رو در بر میگیره. بنابراین آموزش و پرورش لایک در لایسیته نوین گسترده تر از آموزش لایک یا مدرسه لایک در لایسیته فرانسوی. و بعد باید در هر موردی ما باید فکر کنیم، مثلا ببینیم که ما میخوایم چی کار کنیم در مورد این همه تبعیض جنسیتی که بین زن و مرد وجود داره. در یه شاخصی هست بهش میگن شاخص شکاف جنسیتی، و وقتی شما این شاخص رو نگاه کنید از نظر تبعیض، مثلا 146 کشور، میبینی ایران مثلا رتبه 143 بوده. خب برای این که خیلی پایینه، خلاصه بدتر از ایران دیگه افغانستان و چاد و مثلا یمن و ایران حتی پاکستان وضعی بهتر از زنان پاکستان، حتی وضعی بهتر از زنان ایران دارن، زنان عربستان هم اینطور. عربستان اومده چی کار کرده برای اینکه این شکاف جنسیتی رو به اصطلاح فاصله زن و مرد رو کم بکنه؟ اومده 30% سهمیه گذاشته مثلا برای نمایندگی مجلس در عربستان، الان 30% زنان هستن، یا 30% سهمیه گشته برای مدیریت اقتصادی برای زنان، یا نمیدونم 40% کارمندان دولت در عربستان زن هستن. خب ایران هم باید سهمیه بندی، و حتی برای دولت لایک آینده باید بگیم سهمیه ها باید 50-50 باشه. نیمی از جمعیت مردم کشور زن هستن، باید نیمی از نماینده های مجلس زن باشن، نیمی مرد باشن. تو اون نیمه ای که زن هستن شایسته سالاری بکنن، یعنی بهترین ها نماینده بشن، در اون نیمه مرد هم همینطور. یعنی شایسته سالاری رو کنار نمیگذاریم،
ولی اول سهمیه میذاریم، دو تا گروه مساوی میذاریم، تو اون گروه ها شایسته ترین ها رو نماینده مجلس میکنه. اینا رو باید برنامه ریخت، در موردش فکر کرد، ببینیم مثلا جوان ها با این برنامه ها چه عقیده ای دارن، و توجه بکنیم که الان چقدر زن ما نخست وزیر داریم، رئیس جمهور داریم تو کشورهای مختلف. من یک بار مقایسه کردم مثلا کشور سنگاپور رو با ایران، که سنگاپور در جزء الان یکی از کشورهای توسعه یافته جهانه، ولی ایران در کشورهایی قرار میگیره که میگن توسعه در وضعیت هشدار. یعنی وقتی سازمان ملل میاد پنج گروه میکنه کشورها رو، خب یه دسته کشورهای توسعه یافتن که کشورهای مثلا اسکاندیناوی و اینا میان بالا، بعد یه دسته کشورهایی هستن که میگن پیشرو هستن در توسعه، یه گروه دیگه هستن که در آستانه توسعه. حتی در این آستانه توسعه شما ویتنام رو میبینید که یه وقتی هیچی نداشت، فقط بعد از جنگ آمریکا میتونست مثلا یه ماهی فقط داشتن سید میکردن، حالا جزء کشورهایی که از وضعشون از ایران بهتر شده. یعنی باید یه خواست سیاسی باشه برای توسعه. ایران کجا قرار گرفته؟ ایران در ردیف چهارم که کشورهایی هستن که در وضعیت هشدار هستن. البته از ایران بدتر هم یه گروه دیگه ای هستن که کشورهای توسعه در حال اخطار هستن، در افغانستان مثلا جز اون هست. ولی به هر حال وقتی شما مقایسه کنید با ایران و مثلا با سنگاپور، میبینید سنگاپور ردیف 14 رو داره در توسعه، ایران ردیف در سال مثلا 2018 ایران ردیف 114 رو داشت، یعنی 100 رتبه پایین تر از سنگاپور. سنگاپوری که خودش مستعمره مالزی بود و وقتی کشور مالزی دیدی این مستعمره هیچ فایده ای نداره، انداختش دور عملا، و برعکس همه مستعمرات که وقتی آزاد میشن جشن میگیرن، در سنگاپور وقتی فهمیدن که مالزی دیگه نمیخواد اینا مستعمره مالزی ها باشن، رئیس جمهور وقتشون نشست گریه میکرد، چون میگفت چجوری میخوایم زندگی کنیم. الان چی شده؟ یک خانم محجبه مسلمان هم هست، خانم حلیمه یعقوب، رئیس جمهور سنگاپور، که اومد با یک برنامه ریزی بانکی از نظر و تکنولوژی پیشرفته رو برد به سنگاپور، و الان سنگاپور یکی از کشورهای توسعه یافته دنیاست، 14 در ردیف کشورهای توسعه یافته. وقتی ایران که این همه منابع زیرزمینی داره ردیف 114، فکر کنید کشور ما 1% جمعیت دنیا ولی 11% ثروت دنیا رو زیر پاش داره. ولی اینا همه مشکلات ماست. یا مثلا باز میبینیم توی کشورهای دیگه، خانم مثلا سامیه حسن رئیس جمهور تانزانیا است، اونم یه خانم محجبه مسلمانه. اصلا در بعضی کشورها این شرط مرد و زن بودن این رو برای رئیس جمهوری یه چیز مندرآوردی است. متاسفانه در ایران هم شنیدم چند تا خانم رئیس کاندید بودن که گذاشتنشون کنار. یعنی هیچ کس هم چه اعتراضی نمی‌کنه، اشکال اینه که وقتی یک کار غیر حقوق بشری انجام میشه کسی اعتراض بهش نمی‌کنه، و تازه وقتی هم حتی نماینده برای مجلس هم میذارن بقیه زنان نمیرن به اون نمایندگان کاندیدای برای رئیس جمهور رأی بدن. یعنی خود زنها هم مشکل ما اینه که زنهای ما بیشتر مذهبی هستن. متاسفانه اگر بیسوادی داریم بیشتر بیسواد زن هستن، و اینا اصلا این الگوها تو ذهنشون کلیشه شده که به زنها اعتماد نمی کنن. این خودش یک مشکل فرهنگی است که باید روش کار بشه با تلویزیون، با برنامه های دیگه. خانم دکتر، اگه من اینجا اجازه نشستم از شما یه سوالی کنم. برای تغییرات حکومتی داخل ایران ما میبینیم که اپوزیسیونی که خارج از ایرانه اصولا سعی میکنه از مجامع بین المللی کمک بگیره، و مجامع بین المللی در شرایطی به مخالفین و هر حال هر حکومتی کمک میکنن که منافع خودشون حفظ بشه در آن کشور. و آیا فکر میکنید با این الگویی که شما برای ایران آینده دارید هیچ کدوم از محافل بین‌المللی حمایت بکنن اپوزیسیونی که دارای یک همچین استانداردیه؟ چرا؟ چون این چیزایی که شما میفرمایید تقریبا به نفع ایران و ملت ایران، ولی لزوماً منافع کشورهایی که باید حمایت بکنن اپوزیسیون رو در براندازی و یا تغییر حکومت و اینا
میتونه که منافع اونها رو زیاد پوشش نده. در مورد این مسئله چی فکر میکنید؟ به هر حال باید گفتش که یه مقدار تقصیر از خود ما هست، یعنی ما خودمون اجازه دادیم به بعضی کشورهای خارجی که بیان یه دخالت هایی در کشور ما بکنن، وگرنه مردم ما وقتی خودشون بخوان و همه بخوان باید این رفراندوم برگزار بشه. مثلا من در جنگ جهانی دوم فرانسه رو مثال میزنم، آمریکایی‌ها اگه نبودن فرانسه رو نمیتونستن از دست آلمان های نازی نجات بدن. کی کرد؟ خودشون. بالاخره فرانسه، آلمان ها اومده بودن و مستقر شده بودن، فرانسه رو گرفته بودن. آمریکایی ها بودن که اومدن فرانسه رو به اصطلاح آزاد کردن. ولی شما فکر کنید چقدر چتر آمریکا فرستاد که اینا اومدن توی شمال فرانسه با چتر نجات اومدن پایین. ولی کی این آلمانیا رو میزد؟ آمریکایی ها رو توی هوا میزد؟ آلمان ها نمیزدن، فرانسوی ها میزدن، به دستور آلمانی ها میزدن. ولی من همیشه با خودم میگم چطور یک سرباز فرانسوی که اسلحه دستشه، فرمانده آلمانی بهش میگه اون آمریکایی رو تو هوا بزن، این اسلحه دستشه، چرا اون آمریکایی رو میزنه بر نمیگرده همین آلمانی رو که کشورش رو اشغال کرده بزنه؟ میدونه اون آمریکایی اومده کشورش رو نجات بده. و آخر سرم که وقتی از شما نگاه کنی شمال فرانسه پر است از قبر سربازان چتربازان ولی امریکایی خانم که دکتر به این مسئله باید دقت کنیم. همون آمریکا هم که اومد کمک کرد به اروپا برای رها شدن از آلمان، هنوز که هنوزه چارچنگولی دنبال منافع خودش و تبعیت کشورهای اروپایی از سیاستهای کلان آمریکاست در هر مسئله ای. من یعنی همین اونا میخوام بگم، نمیتونن خودشون هر کاری میخوان بکنن، باید یک نوعی میدون پیرو آمریکا باشن. بله، ولی میخوام همین رو بهتون بگم که وقتی که پاریس رو آمریکایی‌ها به اصطلاح محاصره کردند و میخواستن بیان تو، جنرال دوگل بهشون گفت اول باید یه فرانسوی بره تو، شما وایسین اونجا تا جنرال لکلرک فرانسوی برسه، حق نداره یه آمریکایی وارد پاریس بشه. اون جنرال فرانسوی که رسید بعدا آمریکایی‌ها پشت سرش رفتن توی پاریس. یعنی جنرال دوگل و فرانسوی‌ها میخواستن آلمان ها برن، ولی میخواستن آمریکایی‌ها هم برن، آمریکایی‌ها هم رفتن. اصلا یه سوال از ما اینه که چرا وقتی یکی میاد تو کشور ما میمونه؟ مغولا اومدن موندن، عربا اومدن موندن، ما هنوز مشکل این استیلای عرب رو داریم میکشیم. یعنی مردم ما خودشون باید یه مسئولیتی به عهده بگیرن و یک کارایی رو بالاخره باید خود مردم بخوان، اول به طور بفهمن بخوان و وایسن پشتش. این نیست که اوتوماتیک صادر بشه و اینکه هی منتظر باشیم یک کشور خارجی بیاد ما نجات بده. اون کشور خارجی در درجه اول منافع خودش رو در نظر میگیره. مثلا آمریکا حتی در زمان شاه بدون حمله نظامی ساعت خروج شاه رو تعیین میکرد. یه ژنرال آمریکایی به خودش اجازه میداد شاه بگه کی برو، اصلا برو یا بمون. خب این تقصیر کیه؟ و یا اینکه مثلا الان ممکن اسرائیل هم بخواد بیاد، بله به قول خودشون ایرانو مثلا بگیرن و از ممکنه بتونن واقعا هم حکومت رو ساقط کنن، ولی بعد چی میشه؟ ایران میشه فلسطین دوم. یعنی ما به کی میتونیم رو بیاریم که اونا بیان ما رو به هر حال از این شرایط رها کنن؟ اول مردم باید خودشون، همین الان 70% میخوان جدایی دین از حکومت باشه، خب این یه قدم مثبته. همین حال دفعه پیش تحریم کردن انتخابات رو، خب این قدم مثبته. مساجد رو تحریم کردن، از 75,000 مسجد 50,000 مسجد مجبورن درشو ببندن، 10,000 دیگه فقط پیش نماز داره، نمازگزار نداره. خب این خیلی اینا خیلی معنا داره که مردم دیگه این حکومت رو نمیخوان. خب همین خیلی عامل مهمیه. مردم باید الان فکر کنن، ما نباید به این انتخابات رای بدیم. این انتخابات هم انتصاباته و رای دادن، رفتن پای صندوق رای به هر کسی که شما رای بدین، یعنی تایید رژیم فعلی، یعنی ادامه نظام فعلی. پس باید چیکار کنیم؟ باید رفراندوم بخوایم. اگه همه مردم بخوان مجبورن رفراندوم بگذارن، و تو اون رفراندوم باید نوع مردم از قبل فکر کرده باشن من چه نوع جمهوری رو میخوام. خب من جمهوری لایک میخوام، برای اینکه نمیخوام دین، هیچ دینی در حکومت دخالت بکنه. بعد فکر کنم خب چه نوع جدایی دین از دولت رو میخوام، همین لایسیته نوینی
که من تدوین کردم جوابگوی این مسئله است. البته اینا رو باید بخونن، معنوس بشه. اصلا کلمه الان نئولایسیته برای خیلی ها نامعنوسه، باید اینا مطالعه بشه، فکر بشه، نقد بشه، روش کامنت بنویسن، غنیترش کنن، گسترشش بدن. بعد اینا باید قبلش اگر اینا صحبت کرده باشیم تو همین برنامه های مثل برنامه شما که داریم صحبت میکنیم، این راه رو داریم باز میکنیم که مردم خودشون اول بدونن دقیقا چی میخوان، با هم متحد باشن. و به هر حال هیچ حکومتی نمیتونه به مردمی که نمیخوانش حکومت کنه، حالا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. در واقع من یه مدل اقتصادی هم فکر کردم، خب کشور ما چجوری باید یه مدل اقتصادی داشته باشه، اینم باید فکر کنیم. علم اقتصاد به هر حال قواعد خاص خودشو داره، ایران هم یه کشور سرمایه‌داریه، باید از اقتصاد متکی به نفت خارج بشه. پول فروش نفت باید برای ساختارهایی مصرف بشه که برای نسل آینده شکوفایی اقتصادی داشته باشه. و مثلا مثل ساخت راهن سری و سیر شمال و جنوب یا شرق و غرب، یا مثلا بندر چابهار به طرف ترکیه که تو راه ابریشم و اینهاست، ولی باید ما راه خان سریع و سیر درست بکنیم. ما باید زیر ساخت مخابرات درست کنیم که بتونیم در اقصانقات کشور اینترنت داشته باشیم. این اینترنت خودش خیلی مشکلات حل میکنه، اصلا از روی اینترنت میشه کار کرد، افراد مجبور سن مهاجرت کنن برای کار. بعد یا حتی وقتی کمبود معلم هست، با همین اینترنت میتونه آدم با زوم و اینا معلم کمبود معلم رو جبران کنه. بسیاری از چیزا رو افراد میتونن اتوماتیک از اینترنت یاد بگیرن و عقب موندگی کشور جبران بشه. الان دیگه روش های آموزشی نیست که همش معلمان بیان به شاگردا اطلاعات بدن. من خودم که تدریس میکردم در دانشگاه سوربن، میگفتم اولا که وقت کلاس خیلی محدوده، من نمیتونم، اولا من یک انسانم، نمیتونم همه دانش دنیا رو داشته باشم. یک، اگر هم میتونستم داشته باشم، وقت کلاس محدود بود، نمیتونستم به شما منتقل کنم. اگر هم میتونستم منتقل کنم، وقتی شما وارد بازار کار شدی این اطلاعات کهنه است. پس باید چیکار بکنید؟ بعد شما یاد بگیرید که خودتون با روش های تحقیق رو یاد بگیرید که خودتون بتونید خودتون هر روز به روز بکنید، به اصطلاح میگیم آپ تو دیت بکنید. این روش رو با این اینترنت و فضای مجازی خیلی خوب میشه که الان متد آموزشی شده لرنینگ تو لرن، به انگلیسی میگن، یا فرانسه میگن اپون رپون، یا فارسی بگیم انسان خودش به خودش آموزش بده. و بنابراین باید چی داشته باشیم؟ باید این زیرساخت مخابرات رو داشته باشیم. با این پول نفت و گاز ما باید اینها رو فراهم بکنیم برای نسل آینده. اصلا میتونیم یه بندر بسازیم مثلا در قسمت پر آب دریای عمان نزدیک چابهار، که این بندر مثل بنادر مثلا کره جنوبی بمونه برای نسل بعد. بعدا میتونن براش برای صادرات و واردات ازش استفاده بکنن. ما نباید خرج پول نفت و گاز و حتی منابعی که داریم، تلاس و فولاد، هرچی که داریم، آهن و اینا، مثل نباید اینا رو ما بگیریم خرج روزمره دولت بکنیم. این کار یه روز اینا تموم میشه و نسل آتی باید چی کار بکنه؟ دکتر، ما وقتمون تموم شد متاسفانه. اگر دنباله بحث رو بذاریم برای یه فرصت دیگه که بتونیم ادامه بدیم همین بحث رو. ممنون از حضورتون در برنامه. منم از شما سپاسگزارم.